گرونی بیداد میکنه، تورم امان رو از مردم رو بوده. زندگی مردم اما چطور میگذره؟ اجازه بدید قبل از اینکه هر صحبتی بکنیم یک گزارش کوتاه رو از تلویزیون رژیم ببینیم. قیمت لبنیات یه بار دیگه قد کشید. بار اول به دلیل هدفمندی یارانه ها 10%، یه بار دیگه به بهونه گرون شدن شیر خام 8%، و این بار هم 10% قیمت ها بالا رفته. خب میزان گرون شدن قیمت شیر در یک سال اخیر خیلی بیشتر از چیزیه که تلویزیون رژیم مدعیونه. روز نهم دی خبرگزاری حکومتی فارس از گران شدن 53% قیمت شیر ظرف یک سال گذشته خبر داد. در گزارشات مردمی نیز صحبت از افزایش 80% تا 100% قیمت شیر ظرف یک سال اخیر است. اما قبل از همه معنای این گران شدن چیه؟ معنای گران شدن قیمت شیر و لبنیات اینه که این ماده غذایی ضروری از سفره میلیون ها هموطن هست میشه و دیگه توان خرید لبنیات رو ندارن. روز 27 مهر 90 خبرگزاری حکومتی فارس نوشت مشاور ارشد صنایع شیر ایران گفت مصرف شیر در کشور بعد از هدفمند شدن یارانه ها 15% تا 20% کاهش یافته است. آیا میدونید وقتی شیر از سفره مردم هست میشه چه اتفاقاتی به دنبال خودش داره؟ رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور میگوید در تهران بیش از 80% کودکان دبستانی کمبود کامل ویتامین دی دارند و تا 90% آنان درجاتی از کمبود ویتامین دی دارند. وی گفت مصرف شیر 30% تا 40% نیاز کودکان به کلسیم و ویتامین دی را تامین میکند و باید شیر غنی شده به کودکان داده شود. همکنون طبق آمارهایی که در دست است، وضعیت کمبود ویتامین دی در بین ایرانیان بسیار خطرناک است. وقتی گرانی قیمت تنها یکی از مواد غذایی به این صورته، در مورد سایر مواد غذایی چه اتفاقی میفته؟ فقر و گرسنگی. به این میگن وجود تورم در جامعه. شما ببینید وقتی قیمت یک نون سنگک ظرف یک سال از 100 تومان به 500 تومان میرسه و طی روزهای اخیر هم به 700 تومان و بیشتر رسیده، یعنی کارگری که میتونست با 1000 تومان 10 تن نون سنگک تو خونش ببره الان باید حداقل 5 برابر بیشتر کار کنه تا بتونه همین در حد نون رو به خونه ببره. از اونجایی که امکان چنین چیزی وجود نداره، مجبور فرزندانش رو با شکم گرسنه بخوابونه. خب از نرخ تورم صحبت شد، ببینیم که سیاست‌های رژیم آخوندی چه میزان تورم در جامعه ایجاد کرده. توجهتون رو به این نمودار جلب می‌کنم. بر اساس گزارش مرکز آمار رژیم، در روز 5 بهمن 90 نرخ تورم در 8 سال گذشته به این ترتیب بوده است: تورم سال 1382 معادل 14.1%، تورم سال 1383 معادل 14.4%، تورم سال 1384 معادل 12.1%، تورم سال 1385 معادل 13.5%، تورم سال 1386 معادل 17.2%، تورم سال 1387 معادل 25.8%، تورم سال 1388 معادل 9.7%، تورم سال 1389 معادل 15.2%. و اما در سال 1389 مرکز آمار رژیم نرخ تورم رو در حالی 15.2% اعلام کرد که بانک مرکزی خود رژیم اون رو 12% اعلام کرده بود. چرا؟ اساسا رژیم از دادن آمارهای دروغ اقتصادی اهداف غارتگرانه زیادی رو دنبال میکنه. مثلا در همین مورد غارتگری رژیم چطور عمل کرده؟ شما ببینید ما در ایران بر اساس آمارهای رژیم حدود 8 میلیون کارگر و 4 میلیون هم کارمند و معلم داریم، یعنی 12 میلیون نفر حقوق بگیران ثابتن. رژیم از ابتدای سال 90 که با حقوق کارگران و کارمندان رو بر اساس نرخ تورم روزآمدی کنه، به جای اینی که بر اساس نرخ تورم 15.2%
حقوق کارگران رو اضافه کنه، روی تورم کمتر از 10% حقوق کارگران رو اعلام کرد. برای کارمندان هم تنها 6% حساب کرد، یعنی تنها از حلقوم تمام کارگران ایران با یک رقم سازی 5% حقوقشون رو در ماه که معادل 150 هزار تومان تقریبا برای هر کدومشون هست به راحتی بالا کشید و زیر پا گذاشت. این یکی از بهره‌هایی که رژیم از دروغ پردازی بر سر آمارای اقتصادی میبره.